درود به یکایک شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین، رفقای توپ و با حالم، عزیزای دلم، جیگرا، چطورید؟ خوبید بچه؟ با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها طبق معمول دقایقی در خدمتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق مطابق همیشه بپردازیم به موضوع بسیار جالب و حتما کاملا عجیب امروز. دوستان، امروز میخوام یه سری از موارد تازه ثبت شده از حضور فرازمینی ها به روی کره زمین رو با شما دوستان عزیزم مطرح کنم. این موارد جزء کیس های بسیار معتبر سازمان موفان که در اواخر سال 2023 و یا در همین ماه نخست سال 2024 گزارش داده شده. دوستان، در شب دوشنبه 15 ژانویه سال 2024، یعنی میشه 25 دی ماه سال 1402 شمسی، در شهر نشویل در ایالت تنسی ایالات متحده آمریکا گزارش بسیار عجیبی ثبت شد. این گزارش حاکی از اونه که یک شیء بسیار عجیب در میان ابرها خودشو پنهان کرده. نگاه کنید. وقتی که نگاه دقیق تری به این شی در میون ابرها میندازیم، کاملا میتونیم حدس بزنیم که این شی میبایست سایز بسیار بزرگی داشته باشه. در اطراف و سر تا سر این شی چراغ‌هایی به رنگ‌های گوناگون خودنمایی میکنن، اما یک چراغ قرمز رنگ در اون میون از همه بیشتر به چشم میاد و خودشو به ما داره نشون میده. چیزی که واضح و مشخصه این شی به هیچ وجه نمیتونه یک پهپاد یا یک هواپیما یا هلیکوپتر یا درون، بالون و یا نظایر اون باشه. این شی هر چیزی که هست ساخته دست ما انسان ها نیست. به نظر شما دوستان، این شی غول پیکر در میون ابرها چه چیزی میتونه باشه؟ چرا در بین ابرها خودشو پنهان کرده؟ آیا داره از بین ما انسان ها جاسوسی میکنه؟ عجیبتر اینه که این شی درست بر فراز یک، نمیدونم نامشو چطور بگم، خانه یک کلوپ شبانه آقایون، ببین روک بگم دیگه، یک فاحشه خونه. این شی دقیقا بر فراز یک مکان بدنام خودش رو پنهان کرده. به نظر شما دوستان، این شی بر فراز اون خونه بدنام چه کار خاص و ویژه‌ای میتونسته داشته باشه؟ هنگامی که من این مورد رو دیدم، دوستان، دقیقا یاد مورد مشابهی افتادم که 2 پیش خودم براتون گزارش کردم. خاطرتون هست؟ درست 2 پیش در همین حوالی، یعنی در تاریخ 23 ژانویه سال 2022، این بار اما در شهر لاس وگاس نوادای ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگه این شی بر فراز یک خانه خوشنام دیگه، یک کلوپ شبانه آقایون، این بار هم خودنمایی کرد. خواهش میکنم دقت کنی. There's a UFO directly above the club right now. دیدی؟ هنگامی که تصاویر این 2 مورد رو
در کنار هم قرار میدیم، دیگه کاملا واضح و مشخصه که هر دوی اینها یک شی هستن، اون هم درست در ماه ژانویه و باز اون هم درست بر فراز یک خانه خوشنام. به نظر تو دوست عزیز من، این فرازمینی ها بر فراز این خانه های خوشنام چه چیزی میخوان؟ میدونم الان خیلی از نمکتونا میان تیکای جنسی و سکسی میندازن، منم خودم یه مردم، منم حالیم اینجور مسائل، ولی الان نمیخوام راجع به تیکه های پرن صحبت کنم، الان داریم راجع به یک موضوع مهم ناشناخته صحبت میکنیم. پس خواهش میکنم شوخی های جنسی تو بذار که کنار. اما جالب اینجاست دوستان که این شیئی که بر فراز لاس وگاس دیده میشه بازتابش نور داره. یعنی چی؟ نگاه کنید، درست بر فراز این کلوب به شبانه آقایون یک نور به آسمون داره تابیده میشه. هنگامی که این رقص نور از فراز این شی یا از روی این شی عبور میکنه، به ناگهان نوری که از زمین به آسمون داره تابیده میشه باز تابش پیدا میکنه، گویی که جنس این شی برفرض از جنس آینه باشه، یه همچین حالتی. این خیلی عجیبه نه؟ به نظر شما دوستان این دو شی اون هم به فاصله 2 سال در یک ماه مشخص در یک کشور مشخص درست بر فراز خانه های بدنام دنبال چه چیزی هستن؟ چه موضوع عجیب و جالب و ویژه‌ای میتونه برای موجودات فرازمینی بر فراز اون خونه ها وجود داشته باشه؟ چرا هر دوی این موارد در ماه ژانویه ثبت شده؟ آیا قدرت یا چیز خاصی در این ماه نهفته؟ آیا اتفاق خاصی بر فراز این خونه های خوشنام داره میافته که این موجودات فرازمینی مایل هستن از اون سر در بیارن؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزی باشه؟ خواهش میکنم دوستان این ویدیو رو با دقت تماشا کنید. دیدید؟ این ویدیو بسیار جالب و زیبا در تاریخ 11 ژانویه سال 2024 یعنی 21 دی ماه سال 1402 از شهر کمپل ریور در کشور کانادا ثبت شده. به نظر میرسه که یک موجودی کاملا مرموز بین زمین و آسمون معلق هستش. حضور این شی کاملا واضح در میون آسمون ثبت شده و چندین موبایل تصاویر این موجود مرموز رو تونستن ثبت کنن. به اندازه و سایزش نگاه کنید، دقیقا سایزی هم قد و قامت یک انسان داره. هنگامی که کمی بیشتر به این پرنده مرموز دقت میکنیم، به راحتی میتونیم چرخش اون رو در میون آسمون ببینیم. قشنگ به طور کاملا واضح و محسوس داره در آسمون میچرخه. به نظر شما دوستان این شی پرنده و مرموز یک انسانه که داره در آسمون در کمال آرامش و سکوت دور خودش میچرخه؟ هنگامی که کمی بیشتر به پوشش این شی مرموز یا این انسان پرنده دقت میکنیم، میتونیم لباس و ردای بلند اونو ببینیم که گویا باید کاملا پارچه‌ای باشه. حتی ما میتونیم حرکت دستان این موجود مرموز یا این شی مرموز رو ببینیم.
داره دستاشو تکون میده. با دقت نگاه کنید، همزمان با تکون دادن دست یک دور هم به دور خودش میچرخه. این دیگه واقعا عجیب و شگفت انگیزه، نه؟ باز هم این موردی که در کشور کانادا ثبت شده دقیقا منو یاد یک گزارش عجیب دیگه میندازه که از شهر سن پترزبورگ در سال 2014 ثبت شده بود. در شهر سن پترزبورگ در سال 2014 در کشور روسیه یک بار دیگه یک موجودی با همچین لباس و ردایی در میون آسمون با وضوح و کیفیت بسیار بالا تصاویر اون ثبت شده. هنگامی که کمی بیشتر به البسته و لباس این موجود مرموز دقت میکنیم، یاد روحانیون ارتودکس کلیسای روسیه میافتیم. نگاه کنید، دقیقاً پوششی همانند راهبان ارتودکس کشور روسیه داره. میبینید؟ باز هم هنگامی که این دو ویدیو رو، منظورم ویدیویی که از شهر کمپل ریور در کشور کانادا ثبت شده در کنار ویدیویی که از شهر سن پترزبورگ در کشور روسیه ثبت شده در کنار هم قرار میدیم، تقریبا بازم میتونیم به یک نتیجه برسیم و اون هم اینه که هر دوی اینها یک موجود هستن. با من موافق هستی؟ پرسشی از تو دوست عزیزم دارم، آیا انسان ها میتونن پرواز کنن؟ آیا این موجود پرندهی که در این دو ویدیو ما دیدیم میتونه یک انسان زمینی باشه؟ یا اینکه نه، این یک موجود فرازمینیه که در بین زمین و آسمون بر روی کره زمین معلقه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزی باشه؟ اما دوستان، در روز یک شنبه 14 ماه ژانویه سال 2024، یعنی 24 دی ماه سال 1402، ویدیوی بسیار عجیب دیگه ای این بار توسط یک روستایی در کشور مکزیک تصاویرش ثبت میشه. هنگامی که این روستایی از سر کار خودش قصد بازگشتن به منزلشو داشته، به ناگهان متوجه میشه یک جسم کاملا مرموز و عجیب به رنگ سبز بین زمین و آسمون معلقه. نگاه کنید، فرستنده این ویدیو ترجیح داده که ناشناس باقی بمونه، اما تصویربردار این ویدیو همینطور که شنیدید در هنگام توضیح درباره این ویدیو بدون اینکه بخواد خجالتی بکشه کاملا از ترس خودش درباره این شی میگه. این کشاورز روستایی میگه که ترجیح دادم که جلوتر نرم چون احساس کردم چیز جالبی نیست، ممکنه این جسم مرموز سبز رنگ برای من خطر داشته باشه و همین دلیل تصمیم گرفتم که از راه دور تصویر برداری کنم. این روستایی میگه که این شی پرنده که بسیار نورانی بود کاملا کروی به نظر میومد. بعد از دقایقی چون این روستایی ترسیده بود ترجیح میده که اون منطقه رو ترک کنه، اما بعد از یکی دو ساعت یه بار دیگه تصمیم میگیره که برگرده و یک سر و گوشی آب بده. در کمال تعجب هنگامی که بعد از 2 ساعت به اون منطقه برمیگرده متوجه میشه که این شیء پرنده مرموز و ناشناس باز هم همونجا کماکان ثابت و بی حرکت ایستاده. این بار هم این کشاورز میترسه که نزدیک این شیء بشه. باز هم یه بار دیگه از راه دور
تصاویر این شی پرنده مرموز سبز رنگ رو با دوربین موبایل خودش ثبت میکنه. بعد از دقایقی مجدداً اونجا رو ترک میکنه. یه بار دیگه این مرد ساده دل روستایی کنجکاوی رهاش نمیکنه و بعد از چند ساعت تصمیم میگیره که باز هم به اون منطقه برگرده و دوباره سر و گوشی آب بده. در کمال تعجب این بار هم این شی در همون منطقه ثابت و بی حرکت ایستاده. این کشاورز میگه که دقیقاً تا خود سحر این شی در همون منطقه ایستاده بود. هنگامی که خورشید کم کم از پشت کوه‌ها بیرون میاد و روز آغاز میشه، این کشاورز یه بار دیگه هم این شی مرموز و عجیب رو در همون منطقه میبینه. این روستایی میگه که این شی پرنده مرموز سبز رنگ مدام به نظر میرسید که داره روشن و خاموش میشه، یا اینکه داره نورش هی کم و زیاد میشه. اما میخوام اعتراف کنم که این شی بسیار فریبنده و زیبا بود، جوری که بیننده رو وادار میکرد که بیسته و زیبایی های اون رو تماشا کنه. روز بعد هنگامی که این کشاورز قصد رفتن به سر کار خودشو داشت، از این منطقه عبور میکنه. حالا در طول روز ما میتونیم فاصله کم این کشاورز رو با اون شی پرنده مرموز بهتر ببینیم. کاملا واضح و مشخصه که شاید در حدود 10 الی 20 متر بیشتر با اون شی پرنده مرموز فاصله نداشته. این بار اما این مرد روستایی تصمیم میگیره که از این شی پرنده مرموز فقط عکس بگیره. وقتی که به این تصویر خیره کننده و زیبا که در طول روز گرفته شده بیشتر دقت میکنیم، هنگامی که به روی این تصویر کمی زوم میکنیم، به راحتی میتونیم زیبایی های این شی مرموز و منحصر به فرد رو ببینیم. نور سبز رنگ بسیار شدیدی از این شی داره منعکس میشه. همچنین به نظر میرسه که این شی در مرکز خودش دارای یک نور سفید رنگه. چیزی که واضح و مشخصه اینه که به هیچ وجه این شی نمیتونه ساخته دست ما انسانها باشه، چرا که دقیقاً چیزی در حدود 17-18 ساعت این شی ثابت و بی حرکت در اون منطقه بین زمین و آسمون معلق ایستاده بوده. فکر نکنم ما انسان‌ها توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم شیعی با این مشخصات تولید کنیم و باتری و قدرتی درون اون قرار بدیم که نزدیک به یک روز بتونه ثابت و بی حرکت در یک نقطه بیسته و این پرتوهای نوری درخشان رو از خودش ساطع کنه بدون اینکه باتریش به انتها برسه. باز هم هنگامی که این شی پرنده مرموز رو در بین زمین و آسمون معلق دیدم، میدونید یاد چه چیزی افتادم؟ اگه بگید میفهمم که خیلی باهوشید. یاده تور دیدار با موجودات فرازمینی سری 7 افتادم. بله دوستان، در دور 7 دیدار با موجودات فرازمینی که در اطراف تهران حدود 6 سال پیش من برگزار کردم، دقیقاً یک شیعی با همین مختصات و مشخصات ما در طول تور خودمون دیدیم که در حدود 4 الی 5 ساعت در اطراف ما داشت پرسه می زد. خواهش می کنم به این ویدیوی بسیار عجیب که 6 سال پیش
سال 95-96 در سری هفتم تور دیدار با موجودات فرازمینی موفق شدیم تصاویر اون رو ثبت کنیم. نگاه کنید. تنها تفاوتی که ما بین این دو شیء پرنده هست در رنگ اونه. شیء پرنده مرموز ناشناسی که ما دیدیم نور آبی رنگ از خودش متساعد میکرد، اما این شیء پرنده ناشناس نور سبز رنگ. به جز این تفاوت در اندازه و سایز و نوع حرکت و ساعت بلند دوام آوردن نورش هر دو مشترک به نظر میرسن. دقیقا دوستانی که اون 8 نفری که همراه من در سری هفتم تور دیدار با موجودات فرازمینی بودن، خاطرشون این شی قطعا هست، چرا که چندین ساعت ما محو تماشای این شی پرنده ناشناس شده بودیم. بعد از چند ساعت این شی پرنده مرموز به ناگهان اوج گرفت و کم کم از زمین به آسمون رفت. بعد در میون ابرها در دل آسمون ناپدید شد. باز هم هنگامی که این دو مورد رو با هم مقایسه میکنیم، این بار من نمیگم، شما بگید چه نتیجه‌ای میگیریم؟ واقعا که زیبا و حیرت انگیز و شگفت انگیزه، نه؟ اما دوستان، این تصویر شگفت انگیز در تاریخ 18 ژانویه سال 2024 در کشور آرژانتین ثبت شده. دقیقا این عکس ما رو یاد نخستین باری که این شی پرنده ناشناس تصاویرش در دوربین های عکاسی ثبت شد میندازه. علاقمندان و مشتاقان تحقیق در ارتباط با یو اف او ها دقیقا میدونن که این شی کاملا شبیه به نوع کلاسیک ثبت شده این شی هستش. میدونید که نخستین بار این دست از یو اف او ها تصاویرشون در سال 1975 در کشور سوئیس توسط شخصی به نام ادوارد بیلی مایر ثبت شده. آقای بیلی مایر بود که نخستین بار موفق شد تصاویر این نوع از یو اف او ها رو با دوربین رنگی ثبت کنه. به نظر میرسه از سال 1975 تا سال 2024 تغییر محسوسی این اشیاء پرنده ناشناس نکردند. شخصی که این تصویر عجیب رو ثبت کرده نامش گیائلو کاپ باریتا، یک شهروند ساکن کشور آرژانتینه که این تصویر زیبا رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. وقتی که کمی بیشتر به روی این شی دقت می‌کنیم، مقداری که به روی این شی زوم می‌کنیم و به وسیله هوش مصنوعی تصویر اون رو بازسازی می‌کنیم، می‌تونیم بهتر زوایا و گوشه های این شی پرنده مرموز رو ببینیم. به نظر میرسه که این بازدید کننده فرازمینی کاملا ساکت و آروم داره فعالیت های روزانه ما انسان ها رو رصد میکنه. این تصویر کاملا ناخواسته از این شی دیسکی شکل گرفته شده و به طور اتفاقی تصویر اون در دوربین های عکاسی ثبت شده. در این منطقه کامیون های باری در حال عبور و مرور هستند.
تصاویر این دست از بشقاب های پرنده یا یو اف او ها بارها و بارها توسط ساکنین کره زمین ثبت شده. این تصویر در جنوب کشور مکزیک در سال 2022 ثبت شده. اجازه بدید این تصویر رو با هوش مصنوعی هم بازسازی کنم. نگاه کنید، دقیقا شبیه به تصویریه که در سال 2024 در کشور آرژانتین ثبت شده. مشخصه اصلی این شیهای دیسکی شکل زائده اضافه‌ای که در بالای اونها دیده میشه. در تمام این سه موردی که از این شی پرنده ناشناس تصاویرش ثبت شده، این برآمدگی در بالای هر سه یو اف او دیده میشه. دیگه لازم نیست من خدمت شما دوستان عزیزم بگم که به هیچ وجه ما نمیتونیم این شی پرنده دیسکی شکل رو با هواپیما و درون و پهپاد و هلیکوپتر و بالون و نظایر اون مقایسه کنیم، چرا که کاملا این مقایسه خنده داره. به هیچ وجه این شی نمیتونه ساختاری زمینی داشته باشه و سازنده اون یک انسان باشه. همینطور که گفتم، نخستین بار تصاویر این دست از یو اف او ها توسط آقایی به نام ادوارد بیلی مایر در سال 1975 در کشور سوئیس توسط دوربین عکاسی رنگی ثبت شده. آقای ادوارد بیلی مایر در ارتباط با این تصاویر این گونه میگه که تونسته با موجوداتی که در این شیء پرنده دیسکی شکل بودند تونسته ارتباط برقرار کنه. اونها به آقای ادوارد بیلی مایر گفتند که از کجا و از کدوم صورت فلکی میان. باز هم هنگامی که تصاویر سال 2022 که در کشور مکزیک ثبت شده در کنار تصویری که از کشور آرژانتین در سال 2024 ثبت شده، این دو رو در کنار هم قرار میدیم، به طور کاملا غریبی هر دو این اشیا یک شی به نظر میرسن. یک بار این شی در سال 2024 در کشور آرژانتین دیده شده و بار دیگه در سال 2022 در کشور مکزیک. به نظر تو دوست عزیز من، این شی اگر یک شی پرنده ناشناس یا یک یو اف او نیست، چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ اما دوستان، تنها همین دو سه موردی که در ارتباط با این شی پرنده ناشناس من با شما صحبت کردم تصاویرش ثبت نشده، بلکه درست در سال 2015 در پنجم ماه می سال 2015 یک بار دیگه تصویر این شی دیسکی شکل در یک روزنامه محلی به نام میلنو انتشار پیدا میکنه. بسیار پیشتر از این هم در سال 2004 در پالما تصویر این شی پرنده مرموز یک بار دیگه ثبت شده. این بار هم هنگامی که تصویری که به وسیله آقای بیلی مایر در سال 1975 گرفته شده در کنار این تصویر که در سال 2015 ثبت شده قرار میدیم، کاملا واضح و مشخصه که هر دوی این اشیا یک شی پرنده هستند، منتها در دو مکان مختلف، در دو قاره متفاوت و در دو سال متفاوت. این واقعا حیرت انگیزه، نه؟ به نظر شما دوستان، این بازدید کننده مرموز فرازمینی در سال 2024 در این جاده روستایی دنبال چه چیزی در بین ترددهای کامیون هاست؟
چه چیزی در بین حرکت این کامیون ها میتونه انقدر جالب و شگفت انگیز باشه که یک یو اف او برای ساعت ها ثابت و بی حرکت در اون منطقه بیسته و محو تماشای ما انسان ها بخواد بشه؟ اما دوستان، یک راننده مکزیکی در شهر تاماولوپاس موفق شده که تعداد چند تصویر شگفت انگیز از یک شی پرنده مرموز ثبت کنه. این راننده کامیون موفق شده که چندین عکس از این شی پرنده ناشناس ثبت کنه. در این تصاویر ما یک شی پرنده کاملا نورانی رو میبینیم که در موقعیت‌های مختلف در دل آسمون ثابت و بی حرکت ایستاده. به نظر تو دوست عزیز من، این چه چیزی میتونه باشه؟ اما دوستان، همینطور که متوجه شدید در هفته گذشته این شبکه به مدت چند روز ارتباطش با شما دوستان عزیزم قطع شده بود و من نمیتونستم دیگه برای شما دوستان عزیزم در این شبکه تولید محتوا کنم. خواهش میکنم برای اینکه اگر یک بار دیگه خدایی نکرده همچین مشکلی پیش اومد، ارتباط بین من و شما قطع نشه، شبکه دوم من رو که لوگوی اون رو همکنون به روی تصویر میبینید سابسکرایب کنید. به روی این لوگو که عدد 2 در میون اون نوشته شده کلیک کنید و به شبکه دوم من برید. اونجا اون شبکه رو حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو پررنگ کنید. سپس در زیر یک ویدیو یک کامنت کوچیک به زبان انگلیسی بنویسید تا یوتیوب شما رو ربات فرض نکنه و سابسکرایب شما رو حذف کنه. با این کار شما اگر خدایی نکرده ارتباطتون در این شبکه با من قطع بشه، کماکان میتونید ویدیوهای منو در شبکه دوم پی بگیرید تا در اونجا بتونم بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. پس حتما به روی این لوگو کلیک کنید و به شبکه دوم من برید، شبکه رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو روی اول یا روی همه قرار بدید یا خیلی خودمونی اونو پررنگ کنید. سپس یک کامنت کوچیک به زبان انگلیسی در زیر آخرین ویدیوی این شبکه بنویسید تا اگر خدایی نکرده این شبکه دچار اختلال شد، بتونید کماکان در شبکه دوم همراه من باشید. یه چیزی رو میدونید؟ دوستتون دارم خیلی زیاد.